سازماندهی عکس ها و پرچم گذاری بر روی اونها در نرم افزار ادوبی لایت روم CC 2018. ابتدا بر روی ایمپورت کلیک چپ میکنیم. در کادر ایمپورت قرار گرفته و در ناحیه سلکت سورس بر روی درایوی که عکس ها رو در اون قرار دادیم کلیک میکنیم. من عکس های خودم رو در درایو ای در پوشه فوتوز 7 قرار دادم، کلیک میکنم. تمامی عکس هایی که از آخرین بازدید یا از آخرین مرحله‌ای که عکس گرفتیم در پوشه فوتوز 7 قرار داره. بر روی دکمه ایمپورت کلیک چپ میکنیم. عکس ها وارد محیط اصلی نرم افزار لایت روم شدن. تصور کنید از یک پروژه، یک مجلس عروسی، از یک بازدید تاریخی، از یک منظره از طبیعت یک سری عکس ها رو گرفتیم. بعضی از عکس ها خوبن، بعضی ها خوب فوکوس نشدن، بعضی ها کم فلش خوردن، یا بعضی ها اینقدر فلششون زیاد بوده که اونها دیگه به درد ما نمیخورن، یا اصطلاحاً بعضی از عکس ها تار هستن. چیزی که میخواییم فقط عکس های خوب هستن، یعنی ما میخواییم فقط عکس های خوب رو داشته باشیم و دنبال عکس های بد نیستیم. این فلسفه سازماندهیه. من در اینجا آخرین عکس هایی رو که با استفاده از دوربین دیجیتالم گرفتم و در پوشه فوتوز 7 در درایو ای کپی کردم، با استفاده از ایمپورت وارد محیط اصلی نرم افزار لایت روم کردم. میبایست مشخص کنم کدوم یکی از این عکس ها خوب و کدام یک از اونها بد هستن. عکس های خوب رو نگه میدارم و عکس های بد رو حذف میکنم. امکان داره یک نفر بخواد عکس های بدش رو در درایو یا پوشه مورد نظر در کامپیوتر داشته باشه. من این کار رو نمی کنم. چرا؟ چون عکس های بد رو دیگه نمیخوام ببینم. میخوام فقط عکس های خوب رو داشته باشم که از بین اونها بتونم بهترین ها رو انتخاب کنم و بر روی اونها کار کنم. برای بررسی و انتخاب عکس ها به جای اینکه در مین ویندو بر روی این عکس ها کلیک کنیم، میتونیم ابتدا در پنل نویگیتر حالت زوم رو انتخاب کنیم. در درس های قبل انواع حالت های زوم رو خدمتون گفتم. این حالت فیت بود، این حالت فیل بود که میاد کل عکس رو در مین ویندو قرار میده و اینم حالت 1:1 و اینم حالت 3:1. من همیشه در حالت فیت قرار میگیرم. با استفاده از کلید حرف G میتونیم به گرید ویو یا نمایش ویو برگردیم. بر روی اولین عکس دو بار کلیک چپ میکنم. در صورتی که بخوایم فضای بیشتری رو در نرم افزار لایت روم داشته باشیم، میتونیم ماژول های سمت راست و ماژول های سمت چپ رو پنهان کنیم. از کلید تب از صفحه کلید استفاده میکنم. اگر بخوایم ماژول ها رو برگردونیم مجددا کلید تب. اگر بخوایم فضای خیلی بزرگتری رو داشته باشیم، میتونیم از کلید های شیفت و تب استفاده کنیم. من مجددا شیفت و تب رو میزنم تا در حالت پیش فرض قرار بگیرم. فقط ماژول های سمت راست و سمت چپ رو در وضعیت پنهان قرار میدم و کلید تب از صفحه کلید رو میفشارم. در قسمت پایین فیلم استریپ میتونیم عکس ها رو مشاهده کنیم که در واقع یک ورژن افقی از مین ویندو در حالت گرید ویو هست. با استفاده از کلید حرکتی راست ما بین عکس ها جابجا میشم. من این عکس رو اصلا دوست ندارم. چطور میتونم اون رو پرچم گذاری کنم؟ یا این عکس رو دوست دارم، یا اصلا هیچ نظری بر روی این عکس ندارم، نه خوبه نه بد. عکس هایی که خوب هستن با حرف P اونها رو پیک میکنم. عکس هایی که بد هستن کلید حرف X معرف ریجکت رو میفشارم. یا اگر یک عکسی رو اشتباهاً پیک یا ریجکت کردم، میتونم کلید حرف U رو بزنم معرف آن مارک. و یا اگر بر روی یک عکسی اصلا نظر نداشته باشم، نه حرف P رو میزنم نه حرف X و با استفاده از کلیدهای حرکتی رایت یا لفت از اون میگذرم. در این تصویر اثر تاریخی خانه توکل رو میبینیم و موقعیت اون رو دوست دارم، پس کلید حرف P رو میزنم. فلگ از پیک ظاهر میشه. با استفاده از کلید حرکتی رایت بین عکس ها مرور میکنم. این عکس رو نه پیک نه ریجکت میکنم، پس با استفاده از کلید حرکتی رایت ما بین عکس ها مرور میکنم. این عکس رو دوست ندارم. کلید حرف X معرف set از ریجکت رو میفشارم. کلید حرکتی رایت این عکس اصلا خوب نیست.
کلید حرف X رو میفشارم، کلید حرکتی رایت یا پیکان راست، این عکس رو هم دوست ندارم، X کلید حرکتی رایت، کلید حرکتی رایت، این عکس رو دوست دارم، کلید حرف P از صفحه کلید رو میفشارم، کلید حرکتی رایت، این عکس رو دوست ندارم، X معرف set از ریجکت رو میفشارم، کلید حرکتی رایت، این رو دوست دارم، کلید حرف P، کلید حرکتی رایت، این عکس رو دوست ندارم، X set از ریجکت، کلید حرکتی رایت، این عکس رو دوست ندارم، کلید حرکتی رایت، این عکس رو هم دوست ندارم، کلید حرف X معرف set از ریجکت رو میفشارم، کلید حرکتی رایت، این رو هم دوست ندارم، کلید حرف X، کلید حرکتی رایت، کلید حرکتی رایت، این رو دوست دارم، کلید حرف P معرف فلگ از پیک رو میفشارم، کلید حرکتی رایت، بین عکس ها مرور میکنم، این عکس رو اصلا دوست ندارم، کلید حرف X از صفحه کلید رو میفشارم، کلید حرکتی رایت، این رو دوست دارم، کلید حرف P معرف فلگ از پیک رو میفشارم، پیکان راست رو همچنان میفشارم، این عکس رو دوست دارم، کلید حرف P، کلید حرکتی رایت، این رو دوست دارم، کلید حرف P معرف فلگ از پیک، کلید حرکتی رایت، این عکس رو دوست دارم، کلید حرف P، کلید حرکتی رایت، و دارم در ما بین عکس ها حرکت میکنم. برای اینکه به عکس قبل برگردم از پیکان چپ استفاده میکنم، این عکس رو خیلی دوست دارم، کلید حرف P از صفحه کلید معرف فلگ از پیک رو میفشارم، کلید حرکتی رایت، این عکس رو دوست دارم، حرف P، کلید حرکتی رایت، این عکس رو دوست دارم، کلید حرف P. بعد از اینکه به آخرین عکس رسیدیم میتونیم کلید حرف G از صفحه کلید رو بفشاریم. برای اینکه ماژول های راست و چپ رو داشته باشیم کلید حرف Tab از صفحه کلید رو میفشاریم. تا این مرحله تونستیم عکس ها رو پرچم گذاری کنیم، یعنی عکس هایی که خوب بودن با حرف P معرف پیک، عکس هایی که اصلا اونها رو دوست نداشتیم و میخواستیم اونها رو حذف کنیم با کلید حرف X، و عکس هایی که اصلا نظری نداشتیم از کلید حرف P یا X برای تایید یا رد اونها استفاده نکردیم. به جای اینکه از کلید حرف P برای فلگ از پیک یا کلید حرف X برای ریجکت استفاده کنیم، میتونیم با استفاده از تولبار در این قسمت در حالتی که در نمای لوپ ویو قرار داریم، ملاحظه کنید اینجا در حالت گرید ویو هستیم، اینجا در حالت لوپ ویو هستیم، اگر بخوایم یک عکس رو پرچم گذاری کنیم میتونیم اینجا، من به عنوان مثال این عکس رو انتخاب میکنم، این عکسی که نه پرچم تایید داره نه پرچم پیک داره یا نه پرچم ریجکت، اون رو انتخاب کردم. اگر بر روی این آیکون کلیک کنیم، فلگ از پیک یا کلید حرف پی رو میتونیم بفشاریم، میاد به اون یک پرچم تایید میده. برای اینکه از حالت پیک خارج بشیم مجددا بر روی اون آیکون خارج میکنیم. این قسمت رو دقت کنید، من اینجا رو دارم براتون مشخص میکنم، ببینید در حالتی که بر روی فلگ از پیک کلیک میکنیم یک پرچم سفید میاد، اگر بخوایم این پرچم رو برداریم میتونیم کلید حرف یو رو بزنیم، معرف remove flag، دیگه اینجا پرچم رو نداریم، میایم اون رو حذف میکنیم، set as reject، اینجا یک پرچم سیاه رنگ اومد. اگر بخوایم پرچم سیاه رنگ رو حذف کنیم، کلید حرف یو رو معرف remove flag رو میفشاریم.